ما در تهران هستیم. زمان و جزئیات عملیات رو اعلام کنید. Announce the time and details of the operation. Tehran, 3rd of March. 25 آوریل 1980. آغاز مرحله سوم از طرح دفاع متحرک. پروژه تهاجم فعال علیه تروریسم. عملیات آر 88. هدف ما آزادی و ترقی کشوره. همیشه آزادی رو باید با فریاد به دست آورد، اما امروز در کشور ما فقط اسلحه میتونه این کار رو انجام بده. ما اولین شلیک یک مقاومت قهرمانی هستیم. نه، به هیچ وجه. مبارزه ای ما تروریستی نیست. ما مورد حمایت دولت‌هایی هستیم که همیشه تروریسم رو محکوم کردند. گزارش 19230 شرایط امنیتی تایید میشه. کد عملیات RG9X22. سوابق سیاسی و مشخصات افراد انتخاب شده را اعلام کنید. غرب امروز برای ما یک سنگره. ما از این سنگر بهتر میتونیم اختناق حاکم بر ایران را محکوم کنیم و صدای اعتراض مردم ایران را به گوش کافیه. جمله رو اشتباه گفتم. نه کافیه. تست مصاحبه را تموم میکنیم. لطفا کاست. فقط 3 نفرشون میتونن از عهده خبرنگارا بر بیان. تلکس مشخصات. محرمانه مستقیم. مشخصات افراد تیم عملیاتی. نفر اول کد MKS18، کد سازمان سیاسی F20B، نام فولاد سپهری. سن 33 سال، مجرد. افسر پاکسازی شده گارد جاویدان، تا کنون دستگیر نشده. نفر دوم، you
همینجا بایست. سلام. سلام. دیر کردیم. دکتر گفت یه حمله عصبی. اینم گزارش روان پزشک. خب حالش چطوره؟ بد نیست، فقط آروم نداره. سپهری پرونده کلاسه 254 ممیز دو. خب ما گوش میکنیم. ماجرا با یه تلفن شروع شد. دو ماه پیش از شروع عملیات روز جمعه منوچهر تیموری تلفن زد و ازم خواست که ساعت 4 روز بعد سر خیابان میکده منتظرش باشم. پای تلفن توضیح بیشتری نداد. کسی که قرار بود ببینمش فردی بود به اسم فریبرز اتابکی. ما وقت زیادی نداریم. اطلاعات ما میگه شما از افسران پاکسازی شده گارد هستید. همینطور آقا. و میخواید از این کشور برید. البته نه با جیب خالی. خب ما برنامه‌ای داریم که شما با شرکت درون میتونید به هدفتون برسید. چه برنامه‌ای؟ یه برنامه ساده و بی‌دردسر، شبیه یک نوع سرقت. از کجا؟ از آسمان در مقابل 20,000 دلار به اضافه ویزا. 20,000 تا. خب چی فکر میکنید؟ شما به هواپیما ربایی میگین ساده و بی درد سر؟ طرحی که ما تهیه کردیم از هر جهت حساب شده است. هیچ چیز به امید شانس گذاشته نشده. میتونم بپرسم این طرح کی و چگونه اجرا میشه؟ جزئیاتش بعداً به افراد گروه ابلاغ میشه. کار من چیه؟ به نظر ما شما میتونید از عهده این کار بر بیایید. البته باید در یک سری موارد شما رو تست کنیم. باید فکر کنم. براتون مهم نبود که دارین به مملکتتون خیانت میکنین؟ آدمو باید در موقعیتش قضاوت کرد. اگه شما جای من بودین چیکار میکردین؟ خیلی خوب، ادامه بده.
میتونم کمکتون کنم؟ چیزی میل دارین؟ لطفاً یه چایی بده. بفرمایید بشینین میارم. مرسی. میکنم بفرمایید. خونه هاش خانمه بود. جلو نیا، برو عقب. چی کار میکنی؟ عقب عقب، برو عقب. بری یه طرف. کسی از جاش تکون نخوره. یالا بفرمایید. خواهش میکنم، فقط مواظب دست من باشید. یالا جرنیا تکون نخورین، هواپیما در اختیار ماست. بی سیمو قطع کنین، مسیر رو ما به شما میگیم. برگرد. کجا؟ دستشویی آقا. دکن نخور. ولی من آروم دستت از جیبت در بیار. بیا جا. بیا. ببینید اگه حرف نزن، کاری که بهتون میگم انجام بدین. زود باش، اعلام کن. مسافرین عزیز، از طرف خلبان صحبت میکنم. هواپیمای ما متاسفانه ربوده شده. از شما جدا تقاضا میکنم خونسردی خودتون رو حفظ کنید. از هر گونه مقاومت یا عکس العمل بیجا خودداری کنید. باشه. گوش کن، من خبرنگار هستم. بهتر مواظب اون دوربین باشی. برو جلو. باشو. من میخواستم بگم اون فقط خبرنگاره. باشو. برو جلو. سب کن. برو. جلوی هواپیما خالی باشه، بالا هم همینطور. خواهش میکنم به مسافرها کاری نداشت. همونجا وایسا. من فقط بشینی سر جاتون. یلا یلا. کجا؟ خواهش میکنم خونسرد باشین، عجله نکنید، همه در اختیار شما. حتما یه راه مسالمت آمیز هم هست. برو کنار. خواهش میکنم. یالا بفرمین. زودتر برید اون عقب بنشینید، خون سرد باشید. براو، کار شما واقعا معرکه است. جواب این رژیمو باید همینجوری داد. الان دو ساله که برادرمو گرفتن، خودم هم ممنوع. برو بر. شما بفرمین. برو عقب. چشم. برین جلو. خواهش میکنم. کجا؟ من همینجا وایسادم. رئیستون گفت. برو جلو. اون طرف. اه.
فریبرز عطابکی، وحید کمالی، یه خبرنگار خارجی، یه نقاش، یک نظامی و سه نفر دیگه. چرا فقط این 8 نفر رو انتخاب کردین؟ بعضی از اون اکثر عمل مشکوکی از خودشون نشون دادن. ما مجبور بودیم از بقیه مسافرا جداشون کنیم برای احتیاط. اما نمیدونستیم چه کسانی از میون اونا قراره با ما همکاری کنن. ولی مگه این ممکنه؟ حتما قرار بود یه جشن بزرگ ترتیب داده بشه و شما اونجا با همدیگه آشنا بشین. درست میگم؟ ما مجری نقشه‌ای بودیم که در حین اجرا ازش خبردار شدیم. بهتره تفره نره. این جوابای تو اصلا به درد ما نمیخوره. از اشرف یکه چی میدونی؟ اون کیه و چطور انتخاب شده؟ اون عضو مرکزیت یک سازمان چپ بود. ظاهراً بخش فعالیت‌های مسلحانه رو رهبری می‌کرد. بعدم به دلیل اختلافاتی که داشت از مرکزیت انشاب می‌کنه. من اونو فقط یک بار دیدم. در مورد نقش فریبرز عطابکی چی می‌دونی؟ گفتم که من فقط می‌دونستم اون و بعضی از مسافرها قراره با ما همکاری کنن. پس لااقل اینو می‌دونستین که عده‌ای قبلاً خریداری شدن. قیمت این کارا خیلی ارزونه، فقط در مقابل خروج از کشور و پناهندگی. خب ما که جلوی خروج کسی رو نگرفتیم، هر کی بخواد میتونه از ایران بره. شاید فکر میکردن که خیلی از آوارگی میترسن و نمیدونن که میشه به کشورهای دیگه هم پناهنده شد. ظاهرن که نقشه خیلی حساب شده بوده، دقیق و حساب شده. ببینم، پس چرا شما الان اینجا هستین آقای سپه؟ نمیدونم. پس شکی نیست که خیلی از گره های این ماجرا برای ما باز نشده. گاهی فکر میکنم تمام اعترافات فولاد سپهری هم ادامه یه نقشه است. پرونده رو مطالعه کردین؟ بله، ما این پرونده رو به دقت مطالعه کردیم. همکار من کمیسر پلیس بین الملل تحقیقات زیادی رو روی این پرونده شروع کرده. باید بگم که در این مورد سر نخهای اصلی این ماجرا در خارج از کشوره. دقیقاً. به همین دلیل ادامه تحقیق روی این پرونده به عهده شماست. من امیدوارم با امکاناتی که پلیس بین الملل در خارج از کشور داره، حداقل بتونید با دو نفر از متهمین که به احتمال قوی اطلاعات با ارزشی دارن تماس بگیرید. اول محسن منصور، خبرنگار ایرانی مقیم خارج از کشور، و دوم فریبرز عطابکی، عامل اجرایی عملیات. بله. متاسفانه به جز این عکس اطلاعات دیگه‌ای راجبشون نداریم. این پرونده شامل اظهارات کامل متهمین، مسافرین و مقادیری عکس و مدارک مستنده. شما چه چیزو میخواین تعقیب کنین؟ منظورم اینه که متهمین این ماجرا به جز یک نفر که خودش همه چیزو اعتراف میکنه، بقیه در اختیار شما نیستن. بنابراین در این شرایط اثبات جرم اونها چه ارزشی میتونه داشته باشه؟ کاملا درسته. از نظر قضایی پیگیری ماجرای پرواز پنجم ژوئن ضرورتی نداره، ولی ما میدونیم این پرونده برای پلیس بین الملل هنوز یه پرونده جنایی محسوب میشه. برای شما محدودیت حقوقی و بین المللی وجود نداره. شعبات سازمان در کشورهای دیگه با شما همکاری میکنن. تمام امکانات ما در ایران در اختیار شماست. هشتم ژوئن ساعت 10 شب. شبکه تلویزیونی NBC مبادرت به پخش یک شو تلویزیونی. کمی پس از شروع مجری شو برنامه را قطع کرده و با هیجان بسیار اعلام میکنه که شبکه در حال دریافت گزارش اختصاصی از یک حادثه هواپیمارباییه. کسی که قرار این گزارش رو تهیه بکنه محسن منصور، خبرنگار ایرانی الاصل شبکه NBC. اون یکی از مسافرین هواپیمای ربوده شده بوده. این برنامه هفته آینده مستقیماً از ماهواره پخش خواهد شد. نواری را که می‌بینید دفتر همکاری‌های بین‌المللی اینترپول برای ما فرستاد. از یک هفته مهلت اعلام شده فقط 5 روز وقت داریم. این می‌تونه برای ما نگران کننده باشه. اگه این رپورتاج پخش بشه ممکنه شرایط بین المللی برای ادامه تحقیق روی موضوع بیشتر از این خراب بشه. این خبرنگار که همیشه اسمش یادم میره، محسن منصور، بله، احتمالاً ترجیح میده تا قبل از پخش رپورتاج از شبکه تلویزیونیش با کسی صحبت نکنه. سعی خودمو میکنم، البته اگه هنوز یادش نرفته باشه که ایرانیه. Thank you.
های سلام. آقای منصور؟ بله، خودم هستم. من کمیسر اداره پلیس بین الملل هستم. میخواستم کمی با شما صحبت کنم. از ایران دارم میام. آه، خیلی جالبه. پس شما ایرانی هستید. آیا خطایی از من سر زده؟ نه، من فکر نمی‌کنم. با این حال میخواستم با شما صحبت کنم. ممکنه؟ بله، هیچ اشکالی نداره. خواهش میکنم. بفرمایید. Oh, hello. Hello. Mr. John, my friend. Nice to meet you, sir. Nice to meet you. You're welcome. Thank you. Befarmit. Oh, mazrat. خب، بفرمایید. من برنامه استودیو شماره دو رو دیدم. منظورم خبر پخش رپورتاج حادثه هواپیماست. آه، خیلی جالبه. نمیدونستم تصویر شبکه مات ایران هم میرسه. بله، نوار تلویزیونی شما از همینجا به دست من رسید. تمام شعبات پلیس بین الملل در سراسر دنیا با ما همکاری میکنن. خب، پس حتما میدونید که گزارش اصلی ما 4 روز دیگه روی آنتن خواهد رفت و فکر میکنم جواب سوالتون رو بتونید همون روز از برنامه بگیرید. البته امیدوارم. متاسفانه من بیشتر از 48 ساعت نمیتونم اینجا بمونم. الانم مستقیما از فرودگاه اومدم اینجا. من مایلم با هم کمی صحبت کنیم. ولی اول باید بدونید که من تمام اطلاعات خودمو در مورد اون حادثه قبلا به شبکه فروختم. چیزایی که من از شما میخوام چندان مورد علاقه شبکه تلویزیونی شما نیست. ببخشید. هلو؟ اوکی. اوکی. هی. ماتیو، جان. خب، من به هر حال سعی میکنم اون چه در مورد اون حادثه میدونم بهتون بگم. من واقعا از شما متشکرم. خواهش میکنم. دو هفته قبل از اون ماجرا من برای تهیه یک گزارش اجتماعی از روزای ایران وارد تهران شدم. البته این بار راهنمای گروه بودم، چون شبکه تمایلی نداشت که بر اساس دیدگاه من که یک ایرانی هستم گزارش تهیه بشه. روز حادثه تصمیم داشتم برای دیدن یکی از بستگانم به شیراز برم. امیدوارم مثل همیشه تاخیر نداشته. ببخشید، میتونم چی بشنم؟ خواهش میکنم. خیلی ممنون. شما فکر میکنین سر وقت پرواز کنه؟ نمیدونم، امیدوارم. مرسی، متشکرم. سفر ممنون. ایشونم با منه. ببخشید آقا، دوربینتون رو نمیتونین تو هوا پیدا کنین. ولی من خبرنگار هستم. کارتتون لطفا. کارتم اجازه بدید. بدین من. متشکرم. بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. ممنونم. بفرمایید. بفرمایید. سریع. بفرم. متشکرم. خبرنگارا یا همیشه مزاحم کسی هستن یا کسی مزاحم اون هست. پس باید به این چیزا عادت کرده. بله، تا حدودی. ببینم شما شیرازی هستید؟ نه. به خاطر کارم مجبورم به جاهای مختلف سفر. راستی؟ مگه شما چه کاره هستید؟ من نقاشم. جدی میگید؟ پس شما یه هنرمند هستید. بله. چه تصادف جالبی. ولی چرا یه نقاش باید به جاهای مختلف سفر کنه؟ من کارم نقاشی دیواریه. به هر شهری که میرم روی دیوارا نقاشی میکنم. موضوع نقاشیتون چیه؟ هر چیزی که باید روی دیوارا ثبت بشه. کم و بیش کارمون شبیه هم دیگه است. منم از چیزی که باید ثبت بشه عکس میگیرم. به هر حال خوشحالم از اینکه هم سفر خوبی پیدا کردم. خیلی ممنون. بفرمایید. کافیه. در لطفاً.
لطفاً کمربندتون رو بذارین. کمربندتون خانم، خیلی ببخشید، معذرت میخوام. ممکنه یک لیوان آب داشته باشم؟ بله، الان میارم. متشکرم. ظاهرم بیشتر از یک نفر نکنه اینا میخوان که بعدا معلوم میشه. الفان چی کار میکنی؟ الفان ککبیت همشون مسلح. چون پاکته بود وقتی نشسته بود دیدم. کجا؟ ببخشید دستشویی. تکه نخور. آروم آروم. خیلی خوب، دستت از جیبت درار. بیا جا، برو اون طرف. چه خبر شد؟ بری جلو، یلا بری جلو. پاشو یلا. خیلی خواب، خیلی خواب. گوش کن، من خبر میگارم، بهتر که مواظب باشی. یلا یلا. خیلی خواب. آقا پاشو، من میخواستم بگم اون فقط یه خبرنگار. پرشو چی کار میشه کرد؟ بهتر از این فرصت استفاده کنیم. یکیشونو باید خلع سلاح کنیم. خلع سلاح؟ فکر میکنم اون اسلحه ها اسباب بازی هست. رو کدومتون میشه حساب کرد؟ ببینم، واقعا میخواین این کارو بکنی؟ برای این کار خیلی خطرناکه. اشتباه میکنی، اونا حالا بیشتر از ما میترسن. اگه یه اسلحه حتی در اون صورت اونا دوتا دارن و ما یکی. احمقان است، جون بقیه مسافرارم به خطر میندازیم. اول بهتر فکر کنیم ببینیم چطور میتونیم با اونا کنار بیاییم. این هواپیما داره به کجا میره؟ احتمالاً به یکی از کشورهای اروپایی. و بعد؟ تقاضای پناهندگی سیاسی. خب، ما میتونیم روی این تقاضا فکر کنیم. تعجب نکنید، خیلی واضحه کسانی که مایلن در یک کشور اروپایی زندگی بکنن، خب از این فرصت میتونن استفاده کنن. یعنی شما میگین با تقاضای ما موافقت میکنه؟ چرا که نه؟
از این بهتر نمیشه. فعلا بهتره با سایر مسافرام صحبت بشه در اولین فرصت. پس تو فقط به فکر زنده موندن نیستی؟ منو خیلی های دیگه میتونی از همشون بپرسی. امیدوارم متوجه باشی که من به هر حال به ایران بر نمیگردم. نمیدونم، خواهش میکنم من یکی رو ندیده بگیری. به هر حال باید گفت که بهتر از پیشنهاد شماست. موافقم. من دو تا پسرم آمریکا هستن. خیلی خوب. پنج نفر در مقابل یه نفر که رأی نداده و یه نفرم که ساکته. من با فرماندهشون در مورد پناهندگی دست جمعی صحبت می‌کنم. فکر نمی کنم که بقیه هم نظری غیر از این داشته باشن. شما سعی خودتونو کردین. دیگران هم سعی خودشونو کردن. احمق نشو، این کار به نفع همه ماست. خائن! ببرش، یالا! درست فهمیدی، منم با اونا؟ چه کسی خودتونو فروختین؟ به بهترین پیشنهاد. در مقابل خیانت؟ نه، پیداست که درستونم خوب یاد نگرفتین. نباید قیمتتون زیاد باشه. دهانتو ببند. به زودی معلوم میشه که برای دیگرونم یه پاپاسی ارزش ندارین.
کلت شنایدر، همه اسلحه ها از این نوع بوده. حتما اینو میدونی که از این نوع اسلحه حتی یک دونه در ایران وجود نداره. یعنی همشون از خارج از کشور تهیه شدن. خب، چه کسی و چطور اونو به شما داد؟ نمیدونم، اولین بار توی هواپیما دیدم. پس چطور طرز استفاده کردن از اونو یاد گرفتی؟ من نظامی بودم. میدونی چند تا گل شلی کردی؟ نه، نمیدونم. شاید یکی یا دوتا. یعنی واقعا مطمئن نیستی؟ نمیدونم، همه چیز در یک لحظه اتفاق افتاد. همین لحظات زندگی آدمو میسازه. شما فکر میکنید من قاتلم؟ خودت چی فکر میکنی؟ پیشنهاد بهتری براتون داشتیم. این طرف، یالا این طرف. بگو اسلحه‌شو بندازه. بگو بندازش احمق. بنداز. مواظب شما باش. برگرد. تو هواپیما نباید شلیک بشه جون مسافرات. برو عقب. تو دیگه هم در نیا، وگرنه شلیک میکنم. اسلحه‌تو بنداز. گفتم بندازش.
بازم دیر کردی. ببخشید. ایشون دکتر صدقیانی، کارشناس وزارت امور خارجه. سلام آقا. خیلی خوشبختم. راستی تا یادم نرفته، امروز صبح گزارشی در مورد نحوه انتقال اسلحه به داخل هواپیما به دستم رسید. کارمند یکی از شرکت‌های خدماتی که با هما طرف قرارداد بوده این کار رو انجام داده. اون خیلی زود به همه چیز اعتراف کرده. من تقاضای شما رو برای تحقیقات بیشتر روی پرونده ماجرای هواپیما به مقامات زیربط اطلاع دادم. اما همونطور که گفتم، ما مجبوریم پس از تنظیم گزارش نهایی توقف تحقیقات روی این پرونده رو رسماً اعلام کنیم، به خاطر وجود سه مشکل اساسی. یک، این ماجرا دارای ابعاد سیاسیه و خب در صلاحیت پلیس بین الملل نیست. دو، عملا نتونستیم با هیچ کدوم از شهود این ماجرا ارتباطی برقرار کنیم. سه، مجموعه تحقیقات ما تا به حال نتیجه تعیین کننده ای در بر نداشته. دلایل کاملا روشن و منطقیه، اما برای پیگیری مستقل پرونده چیزی که برای ما اهمیت داره اینه که بازتاب سیاسی نباید به خاطر جنبه‌های پلیسی و حتی جنایی حادثه فراموش بشه. گذشته از وزارت امور خارجه، قوه قضاییه، مجلس و خیلی جاهای دیگه مرتب در مورد تأخیر اقداماتمون از ما توضیح میخوان. در این شرایط چه تضمینی دارین که بتونیم مدارک مستندی از دست‌های پشت پرده ماجرا ارائه بدین؟ اگه همه اینها رو قانع کنین، حریف روزنامه‌ها نخواهین شد. خواننده‌های اونا میخوان بدونن در پرواز پنجم ژوئن چه اتفاقی افتاد. جناب صدقیانی، گفتین تأثیر سیاسی. یه نگاهی به اینا بندازین. مصاحبه پشت مصاحبه. یه نگاهی به تیترا بندازین. فریبرز اتابکی. این یکی. حادثه از نگاه یکی از مسافرین. چرا تقاضای پناهندگی سیاسی کردم؟ اینها همه روزنامه‌هایی نیستن که از زبان اتابکی به شرح ماجرای هواپیما پرداختن. اتابکی آخرین کلید حل این معما است. ما مشکلمون از همینجا شروع میشه. ما اطلاع دقیقی از محل اون نداریم. بدون شک اون از کانال‌های مطمئنی حمایت میشه. ما اطلاع داریم اون در کدوم شهر زندگی میکنه. اینو قبلا محسن منصور خبرنگار NDC پیدا کرده. چیزی که لازمه بدونیم محل اقامتش تو این شهره. شما که نمیخواییم وارد کارهای جاسوسی بشین، میخواییم؟ شما یک سیاست مدارین، باید بدونین چرا اتابکی مثل مهرهای دیگه در همون حرکت اول مات نشد. شاید به این دلیل که اون اسناد مهمی رو در اختیار داره. من این رو در گزارشم گفتم. نباید فکر کنی که اتابکی حاضر به معامله با تو میشه. حتی نمیتونی یه تهدید خشک و خالی هم بکنی. اگه به عنوان یه فرد مستقل اقدام کنم مسئله فرق میکنه. میخوام سعی خودم رو بکنم. فقط یه هفته وقت میخوام به اضافه یه ویزا. من اختیاراتی برای این کار ندارم، اما اگه این کار مأموریت تلقی نشه فکر نمیکنم مشکلی پیش بیاد. بسیار خوب، من ترتیب ویزاتو میدم. همینطورم برای بردن اسلحه اقدام میکنم. فکر نمیکنم بشه احتیاج پیدا کنم، ولی داشتنش بد نیست. یه دوست مطمئنی تو اون شهر دارم، قبلا پلیس بوده. فکر کنم بتونم رو کمکش حساب کنم. الو، سلام، تویی؟ بالاخره اومدی؟ آره خوبم، خوشحالم که رسیدی. تلفن اونجا رو از خونت گرفتم. آره گفتم به محض رسیدم با من تماس بگیری. الان حرکت میکنم، تا نیم ساعتی که جلوی فرودگاه. نه احتیاجی نیست، در مورد فریبرز اتابکی اقدامی کردی؟ آره تحقیق کردم، باید بری به یه رستوران به اسم فونیکس. ایرونی اونجا دوره هم جمع میشن، شاید بتونی یه نفر پیدا کنی اونو بشناسی. تو هم با من میای؟ نه باید تنها بری، خیلی هم میدونم من سابقا پلیس بودم.
باید ایرانی باشین آقا. اتاز دواره؟ بله همینطوره. اگه ما این باشین میتونیم بیان سر میز ما. خوشتر میشین. با کمال میل. میز هشت. نمیدونستم فارسی هم بلده. آره ولی با هر کسی صحبت نمیکنه. با یک هموطن آشنا بشید. ناصر هستم. از آشناییتون خوشوقتم. خوش اومدین آقا. با دو تای دیگه از دوستان ما آشنا بشین. هر دو ایرانی هست. سلام. فکر نمیکنم دنبال تقاضای پناهندگی یا چیزی شبیه این باشین. بهتونم نمیاد برای درس خوندن اومده باشین. اینطور نیست؟ بله 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 درسته. درست فکر کردین. بله. خب منم فکر نمی‌کنم اینقدر پولدار باشین که برای خوشگذرونی به اینجا اومده. نه به هیچ وجه. اگه همه اینا رو تصدیق میکنین تنها این میمونه که شما مأمور دولت هستین. نه اینطور نیست. و برای مأموریت اومدین. مأموریت نه، یه سفر شخصیه. من اومدم یکی از دوستانم رو پیدا کنم. باید باهاش صحبت کنم. ممکنه بپرسم اسم اون شخص چیه؟ بله البته. فریبرز اتابکی. خوشحال میشم اگه بتونین راهنماییم کنین تا پیداش کنم. فریبرز اتابک. من که تا حالا همچین اسمی رو نشنیدم. منم همینطور. فریبرز تو چی فکر میکنی؟ من اسمم فریبرزه، اما تا جایی که یادم هست فامیلم اتابکی نیست. به هر حال خیلی خوشحال میشدیم اگه میتونستیم کمکی بکنیم. ببینم این یارو چه شکلیه؟ منظورم وضع ظاهریش، چاق، لاغر، بلند قد و بالای 40 سال. البته در این مورد زیاد مطمئن نیستم چون چند سالی میشه که ندیدمش. از یه داره جالب میشه. شما در جستجوی کسی هستید که فقط اسمشو میدونید و تازه این اسمی که اون تو ایران داشته، چون خیلی ها اینجا اسم دیگه‌ای برای خودشون انتخاب میکنن. معلوم میشه رو شانستون خیلی حساب میکنی. دلیلی نداره که اسمشو عوض کرده باشه. به من گفتن اون اغلب اینجا میاد و میره. خیلی ها اینجا میاد، ولی بین ما رسم نیست که همدیگر رو شناسایی کنیم. فکر میکنین دیگران همین اسمو نشنیده باشن؟ میتونیم ازشون بپرسیم، اینطور نیست؟ من بپرسم. بانجور فلی، بگو سلامته. سلامه. جماله تو. تو هم که هیچی نمیدونی ها؟ بانجور، بده شما. چطوری موسیو، حالت خوبه؟ متاسفانه کسی اینجا این آقا رو نمیشناسه. چطور عکس و تفصیلاتش بدین تو روزنامه چاپ کنن؟ شاید بفهمه خودش بیاد این شوخی میکنی. نه؟ از همه پرسیدم کسی اینجا ایشون رو نمیشناسه. اگه فقط منظورتون این رستوران بود بهتره بیشتر از این وقتتون رو تلف نکنید. ما هم همینطور فکر میکنیم. موفق باشید. کجا میرین؟ تازه اول شبه. با من بودیم؟ مگه غیر از ما کسی دیگه هم اینجا هست؟ کسی که دنبالش هستی یا رفته یا تالا به گوشش رسیده که شما دنبالش هستی؟ بی خودی انتظار میکشی. اگه به گوشش میرسید حتما میومد. جوابم منفیه، ولی اگه یه مشروب برام بگیری به سوالات جواب میدم. راه نمایی های من بی دردت میخوام. باشه خودت سفارش بده. ببینم، همهشون گفتن که این بابا رو نمیشناسن. یعنی شما میگه اونو میشناختن؟ همهشون میشناختن، ولی خوب دلیل نداره که به تو بگن. به تو یه آدم ناشناس. ولی سعی کردم به من کمک کنن. کمک
کنم. تو خیلی ساده. ببینم چند سالت؟ حدود 40. 40 سال؟ آه این خیلی زیاده. تو اینقدر وقت نداری که دنبال اینجور کارا بری. شما گفتین راهنماییتون به دردم میخونه. برگم برو اگه سرت بتانه زیادی نکرده. بهت نمیاد آدم صاف و سادی باشی. جدا؟ یعنی میگین عطابکی آدم خطرناکیه؟ اینجا کسی جرات نداره اسم عطابکی رو بزن و بیاره. پاشه جای خیلی محکمی گذاشته. برگرد. برگرد؟ برای چی؟ حرفامو جدی بگی. نه بابا اون دوست منه، من از راه دوری برای دیدنش اومدم. به هر حال این آدرس منه، اگه از این عطابکی خبری پیدا کردی حتما بهم خبر بده. اینم هزینش. شب بخیر. تلفن. الو 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 شارخی سلام، خوبم، گمونم بازی شروع شده، بعدم به توضیح میدم. خوب گوش کن، با تهران تماس بگیر، آدرس جدیدمو بعدن بهت میدم، فعلا بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم. معلومه اینجا چه خبره؟ فعلا هیچی نمیشه گفت. اونا چیه؟ یه کمی خرت و پرت. غذا.
فکر کردم چند روز اینجا هستیم، برای همین سر را که می اومدم یه چیزایی هم خرید کردم. خب چه خبر؟ اتاقم تو اون هتل تفتیش شده بود، یکم بهم تلفن زد اما حرفی نزد. تو اون رستوران چه خبر بود؟ کسی اونو میشناخت؟ تقریبا همه اونو میشناختن، اما کسی آدرسشو نداشت. به هر حال آدرسمو به یه پیرمرد دائم الخمر دادم. چرا آدرستو دادی؟ این بازی بالاخره میباید یه جوری و از یه جایی شروع میشد. بعد از خارج شدن از رستوران به هتل برگشتم. اما اتاقم کاملا تفتیش شده بود. این معناش اینه که آدرس هم از قبل داشتن. حالا اونا کمتر از 24 ساعت میتونن اینجا رو پیدا کنن. شاید حق با تو باشه. دلم بد جوری هوای تهرونو کرده. هر وقت ساز میزنم یاد تهرون و بچه های تهرون میفتم. گرچه دیگه سازمون صدای جادویی رو نداره، اما اینجا هنوز خیلی ها هستن که میان سراغم تا ساز یاد بگیرن. یاد بگیرن. تیمسار ملک شاهی، این اسمو تا حالا شنیدی؟ نه اصلا. یکی از جنرال های شاه بود، آدم سرشناس و متنفذیه و ازش خیلی رو براه. دخترش مژگان پیش من ساز یاد میگیره. دختر بی استعدادیه، ولی نظر پدرش غیر از اینه. یعنی فکر میکنی محل اقامت عطابکی رو میدونه؟ بله، اون هر کسی رو که بخواد میتونه پیدا بکنه. میدونی همه کسانی که میان اینجا با تایید اون تونستن برگه اقامت بگیرن. فکر میکنی کمکمون خواهد کرد؟ آره، بستگی داره به اینکه چقدر به ساز زدن دخترش علاقه داشته باشه. فردا میرم سراغش، شاید بتونه برات یه کاری بکنه. اگه علت چه پرسید؟ یادت رفته که منم یه روزی پلیس بودم؟ خوب بود تیمسار، ولی شانس یاریتون نکرد. راستی دخترم مژگان چطوره؟ پیشرفتی داره؟ مثل همیشه منظم و مرتبه. دختر با استعدادیه، فکر میکنم نوازنده خوبی بشه. بایدم همینطور باشه، دختر یه نظامیه. چی کار میتونم براتون بکنم؟ تیمسار، یه دوست قدیمی از ایران آمده دنبال یه شخصی میگرده به اسم فریبرز عطابکی. فکر کردم بتونین کمکش کنین. خب دوست سرکار چی کار است؟ مثل خودتون هنرمنده؟ بله هنرمنده، فیلم سازه. میخواد با استفاده از تجربیات آقای عطابکی یه سناریو بنویسه. عطابکی؟ مگه آدم قحطیه؟ هنرمنده آدم های غریبی هن تیمسار. بفرمایید. مرسی عزیزم. میخواستم بگم خودش بیاد پیش شما، اما فکر کردم ممکنه موافق نباشید. ولی خیلی علاقه من بود بیاد. مانعی نداره. فریبرز عطابکی رو میشناسی؟ نه، نه چندان تیمسار. باشه، آدرسش رو پیدا میکنم. متشکرم. الو، بوشی؟ بفرم. متشکرم. خواهش. الو، عطابکی؟ تیمسار ملک شاهی. یه نفر دنبالت میگرده، احتمالاً مأمور دولته. Thompson, transmit the message, please. Ready. Thanks. Message received. Thank you, Thompson. ما سوژه رو در اتاق سفید مورد مطالعه قرار دادیم. کلیه مکالمات او از ابتدای ورود به این کشور به غیر از چند ساعت شنود شده.
اطلاعات ما سوژه رو یک آلترناتیو تازه معرفی می‌کنه. شما به زودی اونو ملاقات خواهید کرد. میتونید اطلاعات مورد نظرش رو در اختیارش بگذارین، به غیر از اطلاعات طبقه اول و فوق سری. فکر نمی‌کنید دادن این اطلاعات ممکنه خطرناک باشه؟ خب البته این اطلاعات تهران رو برای راه انداختن سر و صدای مجدد تحریک خواهد کرد. بعد ما محورهای تبلیغاتی رو با زیرکی و هوشیاری مطرح می‌کنیم. محورهای جدید؟ بله، بعدن میفهمید. ما کاری میکنیم که سوژه مورد نظر شخصا به ملاقات شما بیاد، البته به کمک یکی از هموطنانتون، جنرال ملک شاهی. بله بله، فکر میکنم خودشه. هلو، یس، all right, I'll come down. میدونستم با کمی زحمت بالاخره میشه منو پیدا کرد. بگیم ببینم برای چی این راه دراز رو طی کردین؟ سلام، اسم من... قبلا معرفی شدین. من معمولا به این که دیگران در موردم چی فکر میکنن اهمیتی نمیدم و فکر میکنم احمقانه ترین کار اینه که آدم به چیزی غیر از منافع خودش فکر کنه. نظر شما چیه؟ حداقل میتونم بگم با شما هم عقیده نیستم. با وکیلم صحبت کردم. خب. در مورد شما کارت نمیتونه با اهمیت باشه، مگر اینکه به قصد انتقام شخصی یا اینجور چیزا اومده باشی. و حالا میخوای در این مورد مطمئن بشی؟ از من چی میخوای؟ باید همه چیز درباره هواپیما ربایی روشن بشه. این بازی رو چه کسانی و چطور هدایت کردن و چیزهای دیگه ای مثل معمای قتل اون مسافر؟ پس میخواین از متهم به عنوان شاهد استفاده کنین، درست فهمیدم؟ باید آدم باهوشی باشی که فکر میکنی داشتن اسلحه نمیتونه کمکت کنه. من قصد تهدید ندارم، چون برای چیز دیگه ای اومدم. برای من اصلا مهم نیست که شما برای چی اومدین اینجا. اگر خواستم تو رو بیارن اینجا فقط به خاطر این بود که از مدت‌ها پیش انتظار افرادی مثل شما رو داشتم. فکر نمی‌کنین دارین تون میرین؟ شما هنوز نمی‌دونین چه برگایی تو دستم دارم. داری بلوف می‌زنی؟ یا می‌خوای پیشنهاد معامله بدی؟ هیچ کدوم. Thank you.
هدف تو بودی نه من. اگر اینطور باشه از این لحظه به بعد من مردم. درست وقتی که من تو خونه تو بودم. دفعه بعد تیرشون خطا نمیره. تو باعث این کار شدی. چرا باید تو رو بکشم؟ اونم وقتی که من تو خونه تو هم. حدسم درست بود. ترور من محور جدید تبلیغاتی سازمان تو این بازی خواهد بود. اونم توسط تو. این همون ابتکاریه که میتونه یه نقشه شکست خورده رو نجات بده. تو از من چی میخوای؟ اگه تو نیومده بودی بازی تمام شده بود. لعنت به این شانس. بعد از این همه تلاش حالا باید به خاطر کنجکاوی های پلیس ماجراجو قربانی بشم. ایران ایر 228 تایید کنید حالتتون عادی است. تایید میشه عادیه. مرکز کنترل تهران، پرواز ایران ایر 228، ارتفاع 29000 پا، درخواست ارتفاع 33000 پا رو دارم. ایران ایر 228 ارتفاع 33000 پا تایید میشه. اوج میگیریم به 33000 پا. تغییر مسیر داده شد. به زودی در مسیر تهران قرار خواهیم گرفت. خیلی خوبه. خانم ها آقایان توجه بفرمایید. خانم ها آقایان توجه بفرمایید. خوشبختانه خطر کاملا برطرف شده. هم اکنون به من اطلاع داده شد که به زودی در مسیر بازگشت به تهران قرار خواهید گرفت. در اینجا از همه شما به خاطر همکاری صمیمانه‌تون تشکر می‌کنم. ما تلاش خواهیم کرد که پس از ورود به تهران در اولین فرصت ترتیب عزیمت شما رو به شیراز بدیم. ما به مسیر جدید ادامه می‌دهیم. خواهش می‌کنم. مثل اینکه قرار پذیرای مخصوصی از ما بشه. خب نمیخوایم این فرصت از دست بدیم. ما این نقشه شما پیش خواهیم رفت. اما اگر کوچکترین تغییری در وضع پذیرایی اتفاق بیفته حتی فرصت ما جمعه نخواهید داشت. باید خبرنگارا حضور داشته باشن. اینو تقاضا کنید. در غیر این صورت اجازه فرود نمیدم. کجا قرار بریم؟ یه فرودگاه محلی. اونجا ترتیب همه چیز داده میشه. شما واقعا میخواید اونجا بری؟ شما اسمتون چیه؟ کمالی. وحید کمالی. چقدر میشه رو شما حساب کرد؟ والا نمیدونم چه فکری تو سرته، ولی در هر حال کمکت میکنم. هیچ کس هم حدسشو نمیزد که اون مرد خاموش دومین رباینده هواپیماست. من درست سر زدم. اینا دستشون تو دست همه. ندیدین چه ساده اون سه نفر رو خل سلاح کرد؟ بعدش هم خیلی راحت ولشون کرد. آه خدای من. اینا دیگه چی میخوان؟ ایران ایر 228 ریکوست ایمرجنسی لندینگ. وی آر هایجک. وی آر هایجک. ویل ویل ایمرجنسی لندینگ کنفرمد. سی؟ Now listen, I want you to register all the messages received. Iran Air 228, Roger. You're hijacked. You're hijacked. What is your position? What is your distance? Turn right. Descend to flight level 130. Landing runway is 13 left. Wind call. Thank you.
together. بیا اینجا هستم. میتونیم درها رو باز کنیم؟ پلکان آماده است. اونم با ما میان. این کار فقط فرصت فرار به اونا میده. باید بهش اعتماد کنیم، چاره ای نداره. ولی اگه ادهی از اونا نخوان به ایران برگردن؟ خب بذار از این فرصت استفاده کنم. به زودی همه میفهمن این کارشون به نفع چه کسانی تموم میشه. شما دو نفر بقیه رو با خودتون بیارید. اگه لازم شد ازش استفاده کن. باشه، نگران نباش. شنوندگان عزیز بخش فارسی رادیو اینترنشنال، همکنون من در حضور یکی از مسافرین هواپیمای روبوده شده هستم. سلام، شما ایرانی هستید؟ بله بله، من ایرانی هستم. ممکنه برای شنوندگان ما بگین اکنون که در یک کشور آزاد هستین چه احساسی دارین؟ من هنوز نمیدونم کجا هستم. اجازه بدین بعدن خدمتتون عرض میکنم. الان کاملا گیجم، ببخشید. با اجازتون. Ladies and gentlemen, باز هم ما و شما و خبرهای داغ، باز هم یک ماجرای هواپیما رو باییم. یک پرواز شجاعانه به سوی آزادی از کشوری که سابقاً از دوستان خوب ما بود. ممکنه بفرمایید حضور شما که یک مقام امنیتی هستی دلیل اهمیتی است که برای این ماجرا قائلی؟ هر اقدام آزادی خواهانه‌ای در هر جای دنیا به ما مربوط میشه. ببخشید آقای رئیس، آیا این خانم‌ها و آقایان برای شما چهره‌های آشنایی هستند؟ We have many friends in Iran. ما در ایران دوستان زیادی داریم. و کسانی که مایلند با ما در ارتباط باشند. آقای رئیس، آیا این درسته که مسافرین این پرواز تقاضای پناهندگی خواهند کرد؟ و آیا شما خواهید پذیرفت؟ می‌خواهید بدانید؟ من به شما خواهم گفت. از خودشان بپرسید. چرا از خود مسافران نمی‌پرسید؟ آیا در بین شما کسی است که انگلیسی بلد باشد؟ کی من؟ بله شما. امیدوارم که این مصاحبه مطبوعاتی برای شما خبرنگاران محترم مفید باشه. ولی بهترین خبر من حضور یک افسر ارتش ایران است. یک ستوان ایرانی که سخنان او برای شما جالبتر از حرفای من خواهد بود. تو فارسی بگو، من انگلیسیشو براشون ترجمه میکنم. یک بار دیگه همه شما برای شنیدن حرفای تکراری اینجا جمع شدید، اما من میخوام امروز علیه همه تکرارهای بیهوده با شما حرف بزنم. اگه من که یک نظامی هستم هواپیما رو به ایران باز میگردوندم، شما به هدفی که داشتیم بهتر میرسیدین و میگفتین یک افسر مسلح ایرانی هواپیمایی رو که تمام سرنشینانش مایل به پناهندگی بودن به زور به ایران بازگردوند. ولی من تمامی مسافرین رو به اینجا آوردم
تا به جهانیان ثابت بشه هیچ کدوم از اونا تمایلی به پناهندگی ندارن و مایلن هرچه زودتر به وطنشون، به سرزمینشون بازگردن، چون در اونجا آزادتر از هر جای دیگه ای هستن. آقای اتابکی ایشون هست. نقشه ما شکست خورد و شما مسئولش هستید. از حوادث غیر قابل پیش بینی بودن. کاری از دست ما بر نمیاد. مایل در اختیار شما هست. این نقشه شما بود. نقشه شما رسیدگی خواهد شد. بقیه رو دستگیر کنید. متاسفم. واقعا متاسفم. چیکار کنیم؟ چی؟ تکلیف ما چیه؟ ازشون بپرس. شما همتون بازداشتین. بازداشت؟ برای چی؟ فعلا بازداشتین تا بعدن محاکمه بشه. به جرم هواپیما ربایی. هواپیما ربایی؟ منظورشون چیه؟ چی؟ چرا ما باید محاکمه بشیم؟ مگه ما چی میگی؟ درخواست جمعی پناهندگی مسافرا فکر شما چی میگی؟ شما عمل کنید. چی میگی؟ بهتره بدین جای دیگه کسی رو چند باشه میگه شما رو باید ببرن. نمیدونم میگه شما رو باید ببرن. کجا؟ نمیدونم کجا میگه باید ببرن. کجا؟ نمیدونم. مساویست با اعدام. چرا اینو نمیفهمی؟ شاید اینجا بعد از محاکمه آزادت بکنن. آره احتمالش هست. میخوام تو مملکت خودم محاکمه بشم. هیچ راه برگشتی نیست. تو خودت نمیتونی تصمیم بگیری. این بار میخوام خودم تصمیم بگیرم. نوار صحبت‌های تو را به اضافه میکروفیلم ها از طریق یک کشور سالس به تهران پست کردم. فکر میکنم تا چند روز دیگه به دستشون برسیم. با دادن اون اسناد به تو در واقع حکم مرگ خودم رو امضا کردم. اگه اینکه این بازی پایان دیگه‌ای پیدا کنه هنوز یه راه وجود داره. چه راهی؟ خیلی ساده است. قاتل من قبل از خودم کشته بشه. منظورت چیه؟ قراره که تو به عنوان یک مأمور ایرانی مسئول مرگ من باشی.
اگر تو وجود نداشته باشی مرگ منم منتفیه. فکر نمی کنی یک کمی دیر شده باشه؟